سلام وقت بخیر به استودیوی خبری هزار ولت خوش آمدید. دروز 10 روز قبل تاریخ 3 سنبله 1396 حمله خونین و مرگباری از سوی ترورستان و کردلان در مسجد امام زمان شهر کابل اتفاق افتاد که ده ها تن از هموطنان ما به صورت فجیع و بیرحمانه شهید و صد ها تن دیگر زخم برداشتند. گزارشی را که هزار ولت امروز از شاهدان عینی به دست آورده است حاکی از آن است که حکومت به صورت آشکارا جهت مهار کردن مهاجمان مسلح با مردم کوتاهی کرده و برای انجام موفقانه این حمله با ترورستان همکار بوده است. گزارشی مکمل داریم از همکارمان. اینجا مسجد امام زمان است، محلی که چند روز قبل مورد حمله ترورستان قرار گرفت. شاهدان عین این حادثه می گوید که 4 تن از مهاجمان مسلح از موتور نوی های لکس که با پلیت سیاهی دولتی بوده جلوی دروازه این مسجد پایین می شود و فورا 1 تن پلیس پیش دروازه این مسجد را از پا در آورده و داخل مسجد می گردد. اسم کربلای ولی است، یکی از خدمتگاران مسجد جامع امام زمان. در روز جمعه امتیاری که در این صورت گرفت، طبقش چشم دید شاهدای عینی که دکاندارا هستن، یک موتر آیلکس می از اونمو سمت به اینجا استاد میکنه، امتیاری ها را تا میکنه. امتیاری ها را که تا میکنه، یک نفر پلیس به اونی نشسته بوده، دیگه بچه‌ای که ما امنیتی داشتیم 2 نفر اینجا و این شیشته بوده. در این صحنه که امتیاری تا میشه، سر از اینا فایر میکنه، یارا شهید میکنه، اول پلیس میزنه، بعد این 2 نفر دیگر را یک زخمی است، یک شهید میشه، بعد از این دروازه داخل مسجد میشن. زمانی که ترورستان داخل مسجد میگردد، اول نارنجک دستی را به داخل مسجد انفجار داده و بعد با فایر مرمی دست به قتل و کشتار مردم میزند. تعدادی از مردان از منزل اول مسجد فرار و اکثر زنان و کودکان در طبقه دوم مسجد باقی میماند. نام میرسین است، از کارمندای امزی مسجد امام زمان خادم مسجد هستم. روزی که حادثه ای که بر ما رخ داد، اینجا شیشتگه بیدم، چوکی من اینجا ماندگی بود، پلاستیک می دادم برای مردم، بوتای خود داخل پلاستیک می کرد، می رفت داخل. یک دفعه نماز خلاص چیز خطبه زیاد خلاص نشده بود که این سرصدا شد. رفتم تو سر عزیز سفره که دیدم نفر هم اینجا نصف خود داخل دروازه کرده، بامی دستی را انداخت پیش از این علم. درگیری از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 5 عصر دوام پیدا می کند و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در ساحه می رسد. ولی نیروهای امنیتی نه تنها دست به مهار مهاجمان می زند، بلکه از ورود مردمان فدایی که می خواستند زن و بچه ایشان را نجات دهد مانع می شود، تا اینکه مهاجمان با فرصت زیاد ده ها تن از مردمان را شهید و صدها تن دیگر را زخمی می کند. مردم ها از اینجا مورد از سر چاره به جان پلیس ها که او برادر به داخل تکیه خانه انتحاری در آمده. اونا که دی پولیس ها درگیر بشه میگه والا ما کار نداریم که در آمده، ما اجازه نداریم. خود یوزه را همی پولیس ها قسم میکنه، میگه در داخل یوزه، میگه ما کسی که دیپو را قلف کرده او رفت ایج نیست، که ولی همی اسکرا سلا بگیر از داخل دیپوی خود. این قدر دولت بکفایت است. اخطارنامه داده به یوزه که ما تکیه خانه را میزنیم. از او پیش هر روز 4 تا پولیس دان دروازه استاد میکنه و امروزی که ایر جدی اخطار میده 1 نفر روان میکنه و نفرایی که در سر چارا هم هستن اونا دیگه درگیر میشه که والا ما اجازه نداریم. در ضمن از او دولت بالای 2000-3000 نیرو آمده بود، اگر به یک سمت ولایت حرکت میکرد تصفیه کرده میرفت. از ساعت 1:20 انتحاری شروع میشه تا 5:20 ادامه پیدا میکنه. مردم های فدایی بودن، کربلای سه بودن، ما آمدیم که ما داخل میشیم، کلی پولیس ها درگیر شدیم ما را نمون. در حالی که نیروهای امنیتی امنیت نمازگزارا را نگرفته، امنیت انتحاری را گرفته. یکی از شاهدان میگوید که مهاجمان وقتی که مرمیشان تمام شده بود با برچوق چاقو مردم را میکشتند و در اخیر تنها واسکت های انتحاری خود را انتحار داده و خودش زنده فرار میکند. تری دیگه شهیدات از هر یزی بوده، یک رفت ضربه کرده، یک مانده، تلفن میزده، گب میزده. اینمی نفری که همیجا گشته که تمام سلاح شام خلاص شده، مرمی شام خلاص شده، با چاقو یا با برشک کله گیره که کشته، بعد از او آمده هم یاس کرد خود رو لچ کرده، گفت اونمو 5 دقیقه یا 10 دقیقه تیو 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 برقش گلداغ میشد، 1 دفعه انفلاق کرد.
نه او خود کشته بود نه یه چیز او خود اینجا انتجا نه پولیس رو نه نه او خودش خود انتجا نداد آسکر خود یعنی میره در داد یعنی می ماجره در داد خودش گفت زنده و اونو بسو برامد آسکر خود اینجا مان خانواده شهدا دلیل وقوع این حادثه را کار دولت میداند زیرا راهای ممکن برای ورود نیروهای امنیتی جهت مهار کردن مهاجمان در داخل مسجد بسیار زیاد بوده ولی حکومت به صورت آشکارا سهلنگاری کرده است هر اقدامی که میشود هر اقدامی که میشود جلوگیری از این حادثه به نوع لاقل و تلفات پایین میامد و قطعات خاص از اون طرف مثلا حاکم بود با این دروازه مسجد وقتی که انتحاری ها داخل مسجد و بیرون مسجد می شدن اونا خوب هدف داشتن اینه ولی متاسفانه به علت نمیدونم که چی علت داشت سر از یا مثلا انداخت نکردن اینا رو از پا در نآوردن که این حادثه به وقوع پیوست و از پشت مسجد اگر از پشت مسجد اقدام می شد تلفات خیلی کاهش پیدا میکرد به زودترین فرصت مهار میشد و جالبی برای ملت ما ای است که دولت بسیار به افتخارانه میگه که ما به ظرف 4 ساعت انتحاری ها را از پا در آوردیم در حالی که یک مرمی از طرف دولت به سوی انتحاری ها انداخت نشده و انتحاری ها آخرین مرمی خودم استفاده کردن بعد از او خود انتحار کردن که قضیه تمام شد به شکله و ای را دولت به اگنوی به مردم و به ملت ما به اصلاح ای را که توجیه میده که ما انتحاری ها را از پا در آوردیم در حالی که یک مرمی سوی انتحاری ها فایر نکردن اینا این دولت که میگه ما به ضرب 2 ساعت یا 1.5 ساعت ما عمله را مهار کردیم این دروغ است این غلط است کلش غلط است کل این دست دولت بود یعنی تکیه خانه را انتحار کرد دست یتمر بود دست استانگزی بود و اینا از بین تکیه خانه با هم دیگر تلفن صحبت میکرد میگفت روان نکنین ما موفق شدیم این بود گزارش امروز استدیوی خبری هزار ولت تا برنامه دیگر خدا نگهدار